رسیدن به مدارج بالای علمی به خصوص همین مسائلی که آقای دکتر اشاره کردن توی برنامه امروز هم یه مقدار دیگه‌اش رو خواهیم گفت، کاری که آقای دکتر انجام دادن، بعضی از کارشون واقعا برای اولین بار توی کشور انجام شده. به هر حال این کار رو انجام دادن مشقت‌های فراوانی داره. آقای دکتر، این مشقت‌هایی که من دارم عرض می‌کنم هیچ وقت شما رو ناامید نکرده از کارتون، دچار یأس نکرده؟ به هر حال شما خیلی وقت امکان داره به خاطر مثلا فرض کنید کم بوده امکانات، به خاطر یه مشکل خاص از این راهی که رفتید احساس پشیمونی بکنید، واقعا این اتفاق افتاده یا نه؟ البته اگر آدم از اول توقع و انتظار بالایی داشته باشه، با اولین برخورد خب مایوس میشه و میره دنبال کارش. ولی اگر از اول توجه داشته باشه، دید داشته باشه و مسائل واقعی رو درک کرده باشه، خب با توجه به امکانات اون وقت حاضر میشه که تحقیق بکنه. به خصوص در مرکز خواص مواد که اولین بار ما اونجا شروع کردیم طراحی و ساخت سلول های خورشیدی با اتصال پی ان رو برای اولین بار در ایران، هیچی نبود. حتی ما کوره های دیفیوژن را با امکاناتی که در مرکز بود طراحی کردیم و اول کوره ساختیم. بعد از اینکه کوره ها را ساختیم، رفتیم روی ویفرهای سیلیسیوم و کارهای پروسسینگ روی ویفر را برای ساخت سلولای خورشیدی شروع کردیم. یعنی یه آزمایشگاه از اول مجهزی نبود، این آزمایشگاه را ما به وجود آوردیم، کلین روم ساختیم. روی آزمایشگاه چه سالی هایی که این کار رو شما انجام دادیم؟ ما سال ورودمون سال 1356، من وقتی وارد ایران شدم مرکز تحقیقات مواد و خواص مواد و انرژی در مثلا ایران بود و من در جستجو بودم آیا میتوانم این تخصص خودم را که در زمینه تکنولوژی نیمه‌هادی‌ها و الکترونیک بود، آیا یه جایی هست که در ایران بتونم این کار را انجام بدم، پیاده کنم؟ و اصلا من به خاطر ترانسفر تکنولوژی، انتقال تکنولوژی از آمریکا به ایران آمدم، ولی در اونجا فیرچایلد و اینتل، شرکت‌های بزرگی که اون زمان بودن و الان هم هستن، می‌خواستن بنده را استخدام کنم و در اون زمینه فعالیت‌های برای اینا اونا انجام بدم. چرا نموندید؟ این سوال خیلی اهمیت داره. یعنی شما چرا امکاناتی که اونجا وجود داشت رها کردید اومدید داخل کشور؟ من توجه به این نکته داشتم که بالاخره من از طرف ایران برای ادامه تحصیل به اونجا رفته بودم و با هزینه این مملکت، و از نظر وجدانی انصاف ندیدم که حالا که یه جایی رسیدم و تخصص پیدا کردم، این تخصص امکان را در اختیار خارجی ها بگذارم و برای رفاه شخص خودم و خانواده خودم فقط فکر کنم. علیرغم اینکه این امکانات و این موقعیت ها کاملا براتون فراهم بود، کاملا فراهم بود از نظر علمی، از لحاظ شکوفایی، از لحاظ نوشتن مقالات در سطح جهانی، نوشتن کتاب در سطح جهانی، همه این امکان پذیر بود. ولی من دریغم آمد که بعد از فارغ التحصیلی تمام این تلاش خودم را در اونجا برای شکوفایی خودم به کار ببرم. ولی بسیار علاقمند بودم، عاشق این بودم که بیام در ایران این تکنولوژی را پیاده کنم. به این دلیل، البته از نظر فرهنگی هم این مسئله بود که بالاخره ما در خانواده مطرح کردیم و دیدیم که از نظر فرهنگی هم صلاح نیست که بچه های کوچک ما با فرهنگ مثلا غریبه بزرگ شن، و ما ترجیح دادیم که بیایم با خلق و خو و فرهنگ ایرانی و اسلامی خودمون بچه ها را بزرگ کنیم، در این حال خدمتی هم به این مملکت کرده باشیم. و الان هم پشیمان نیستم، منتها توقع این است که بعد از 20 و اندی سال که من آمدم در ایران برای انتقال تکنولوژی، من انتظار و توقعم این است که از دستم در کاران که حداقل یه مرکز تحقیقات الکترونیک ایجاد بکنن در سطح ملی که ما بتوانیم دانشجویان فوق لیسانس و دکترای باهوش و با استعداد خودمون رو در اونجا تربیت کنیم و بعد امکانات انتقال تکنولوژی را فراهم کنیم. و این توقع به نظر من نه تنها بیجا نیست، و حق بنده است این توقع را بعد از 20 سال از آقایون داشته بود. ببینید، یه استاد بعد از این همه زحمات
متعددی که کشیدن، توقعشون فقط این هست که یک مرکز تحقیقات ایجاد بشه که باز هم دانشجویان ما، جوانان ما، محققین ما، صنعتگران ما بتونن برن تو اونجا کار بکنن و باز هم اندوستای خودشون رو در اختیار این کشور قرار بدن. واقعا اگه همه ما یه همچین روحیه‌ای رو در ما خودمون تقویت کنیم، خیلی آیده تو فکر میکنم مشکلات و مسائل ما حل خواهد شد. البته دکتر علیبی مردی آرام، متواضع، با نگاهی مهربان است که دانشجو را چون فرزند خود دانست.